بدین. توی این ویدیو میخوام بشینم و رازهای شما رو بخونم. پریروز یه دونه کوشن باکس داشتم داخل اینستاگرام. اگه نمیدونین سلام، من مرضیم، بیوتی بلاگرم داخل اینستاگرام. نیست داور رو نمیخواد بخریم، ما داور نداریم امشب. همش میخوام داور رو بخرم. و اونجا ازتون خواستم که حالا رازاتون رو به من بگید. حالا من دیگه از اینا اسکرین شات گرفتم که بشینیم با هم دیگه بخونیم ببینیم که چه جوریه. لتس گو. لپتاپمو چه جوری بگیرم؟ خب. اگه ببینین هی دم به دقیقه دارم پایین رو نگاه میکنم به خاطر اینکه لپتاپم دستمو دارم، اصلا لپتاپم اینا رو میخونم. یکی نوشته آی اسموک. اشکال نداره که سیگار کشیدن خیلی راز بزرگی نبود ولی اوکی. یکی نوشته بیچ، نوشته با دوست پسرم سه روز رفتم مسافرت ولی گفتم دارم میرم مسابقه با تیم. یکی نوشته اگه بگم که دیگه اسمش راز نیست. برامو به هم تجاوز شد 2 سال پیش. البته که هیچ کس به اندازه کسایی که اینو تجربه کردن نمیتونه بفهمه، یعنی هیچ کس نمیتونه حرف بزنه راجع به اینکه آره من شما رو میفهمم، چون دردی که اونا کشیدن رو فقط خودشون میتونن بفهمن، ولی تا یه حدود زیادی میتونم متوجه بشم. خیلی متاسفم. فقط اینو بدونین که هر کسی که داره اینو نگاه میکنه و یه تجربه اینجوری داشته، بدونین که تقصیر شما نیست، شما هیچ دخالتی توی این کار نداشتین و اینکه چون تقصیر شما نیست شما نباید تقاص پس بدیم. میدونم که کل سختیشو شما میکشین ولی مطمئن باشین اگه به خدا اعتقاد دارین، اگه به یه کائنات اعتقاد دارین، اگه به یه موجودی اعتقاد دارین که فراتر از ماه، بیشتر از ماه، قدرتمندتر از ماه هست، اگه به این اعتقاد دارین و اینو قبول دارین، مطمئن باشین که حالا نمیدونم اسمشو چی میخوایم بذاریم، میخوایم بذاریم کائنات، میخوایم بذاریم خدا، میخوایم بذاریم هر چی که میخوایم بذاریم، مطمئن باشین که اون خودش حواسش به همه چی هست و همه چی رو درست میکنه. ممکنه که الان نباشه، ممکنه که 2 سال دیگه نباشه، ممکنه 10 سال دیگه نباشه، ممکنه شما حتی متوجه هم نشین، ولی خیالتون از این راحت باشه که اون اتفاق میفته و تقاصش رو پس میده، مطمئن باشین. ولی در کنارشم نمیدونم، خجالت میکشم واقعا از خودم که به شما بگم قوی باشین، چون واقعا هیچ انسانی به نظر من توی این دنیا قدرتمندتر از کسایی که اینو تجربه کردن نیست. خب و میگم واقعا از خودم خجالت میکشم، ولی به قدرتمند بودن ادامه بدین، زندگیتون رو ادامه بدین. زندگی هنوز قشنگه، هنوز آدمای قشنگ دارین، میدونم بعدش خیلی همه چی سخت میشه و آره. یکی نمیشه از صاحب کارم که اسمش محمد خوشم میاد و هیچ کسی اینو نمیدونه. صاحب کار خیلی چیز بدیه. تازه من یه دوستی داشتم داخل دبیرستان که این دختره از معلممون خوشش میومد. ببین یعنی فکر نکن مثلا دارم میگم که ها نه این معلم خوشتیپه ها، بعد حالا معلممونم جوون بود ولی خوشتیپ و اینا نبود. That's goddamn true. خب بعد حالا قضیه اینه که میگم این دختره واقعا ببین عاشق این شده بود، بعد از اون طرف معلمه به این پا میداد. خلاص این که آره من اینو واقعا به چشمم دیدم. قضیه خیلی پیچیده میشه، خیلی سخت میشه و سعی کن از توش بیای بیرون. یکی نوشته یه بار زدم برای دوست پسرم. که میدونی خودتون. اشکال نداره به نظر من دیگه، حالا بعضیا انجام میدن بعضیا انجام نمیدن ولی به نظر من هیچ اشکالی نداره. گو گرل. یکی نوشته یه پسره که فامیل ما بود درخواست رل داد، گفتم نه، رفت با دوستم، برگشت دوباره، گفتم آره، بعد یه مدت کات کردیم. اینا چه رازاییه؟ نمیخوام اینو، نمیخونم تا آخر. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ یه نوشه فندکی که مامانم همش تو اتاقم میبینه برای روشن کردن عود نیست. شما یه لحظه اجازه بدین، الان منم یه عود اینجا دارم و یه فندک. نه چی؟ نه خیلی از اینا داشتیم که مثلا من گیم، من به دخترها گرایش دارم، من از دخترها خوشم میاد، نه من از پسرها خوشم میاد. بچه اوکیه بچه، میدونم که واقعا کام اوت کردن جلو خانواده مخصوصا خیلی سخته، اونم خانواده ایرانی، ولی I feel you, I'm here for you و bitch we're in the same community because I'm bi. یکی نوشته خب من پردم و خودم زدم بچه که بودم با دست، الانم ندارم، کسی هم نمیدونه چی کار کنم. جر، فقط تو میدونی الان چجوری با دست زدی؟ با دست یا با انگشت؟ چون
دست با رسم شکل نگاه بهم توضیح بده، چون ولش کن ولش کن ولش کن. و بچه‌ها اینم که میدونین که به صورت علمی ثابت شده که پرده‌ای وجود نداره، چون اگه پرده‌ای به این پرده وجود داشت خب ما ماهیانه خونریزی نمی‌کردیم دیگه، خب ما پریود میشیم بچ. تو وقتی پریود میشی چجوری پرده داری از اونجا؟ اصلا منطقی نیستین. یکی نمیشه یه بار از جیب خواهرم 100 تومن برداشتم، بعد که میگفت کجاست میگفتم شاید از کیفت افتاده، 5 سال از این موضوع میگذره. ببینم من از رضا تا حالا دزدی کردم؟ یه حسی بهم میگه کردم ولی یادم نمیاد. اشکال نداره دیگه، خواهرها و داداشو برای همینن. یکی نوشته 19 سالمو هنوز دوست پسر نداشتم، وقتی یه پسر باهم صحبت میکنه لال میشم، دست و پامو گم میکنم، نمیدونم چطور این مشکل رو حل کنم. منم 21 سالمه و تا حالا هیچ گونه دوست پسری نداشتم، هیچ گونه دوست دختری نداشتم، هیچ رابطه‌ای نداشتم. به خاطر اینکه هر آدمی واقعا توی یه تایم مشخصی این اتفاق براش میفته، اصلا اینجوری نیست که تو بگی خب نه پس این دختری که از 13 سالگی مثلا داره میره دیت و چه میدونم دوست پسر داشته و اینا مثلا بهتر از آدمی که داره از چون 25 سالگی از 30 سالگی مثلا دوست پسر داشته، اصلا اینجوری نیست. نمیشه تو مرتوب کننده زن بابام ریکا ریختم و باعث شدم الان مریض باشه، اصلا پشیمون نیستم، خوشحالم هستم. بچه ما که اینجا نیستیم اصلا جاج کنیم کسی، خب شاید اون زن بابای خیلی کارهای بد کرده باشه ولی بیچ آدم های دارکی هستین. آخه یکی نمیشه رو دوست پسر دوست صمیمیم کراش بودم ولی بعدها خودم دوستشون کردم دوباره و هنوزم دوستش دارم. بیا تو بغلم. یکی نوشته من بیماری بایپولار دارم و هیچ کس نمیدونه، افتخارم میکنم. دختر ایول، دختر ایول که اینقدر قوی هستی بیچ. وقتی 5 سالم بود زمانی که مامانم کاملا تفاوت دختر و پسر رو ازم مخفی میکرد، پسر دارم یه فیلم به هم نشون داد، بعدش هم دستمالی میکرد. واقعا متاسفم، واقعا متاسفم، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیاد که بگم الان. همیشه قبل از ازدواجم با تعداد زیادی آدم خوابیدم، بکارتم نداشتم، شوهرم نمیدونه، فکر میکنه پاکتر آدم رو کل کره زمینم، عذاب وجدانم داره چون شوهرش خیلی آدم خوبیه. ببین به نظر من واقعا دیگه بهش فکر نکن، چون یه چیزی بوده حالا گذشته رفته. نمیگم که خود واقعی تو نشون نده واقعا، چون اینکه آدم خودش باشه از همه لحاظ، چه از آرامش، خوشحالی، موفقیت، همه اینا بیشترین چیزی که به آدم کمک میکنه همینه که آدم خودش باشه. پس سعی کن خودت باشی ولی توی فکرت هم اینو بزرگ نکن که وای من فلان کار کردم، وای من بیتار کار کردم. من دیگه خیلی بهش فکر نکن، اعصاب خودتو خورد نکن، این چیزی بوده گذشته تمام شده رفته دیگه. الان زندگی تو بکن، با شوهرت خوشحال باشین با هم، حال کنین دیگه. من گاهی یه چیزای کش میرم از بعضی آدما. باش، پول دانشگاه رو گرفتم ولی ثبت نام نکردم، دارم میمیرم از عذاب وجدان. خدای من که نمیدونم این پول رو برای چی استفاده کردی. نمیدونم اگه خود پول در میاری الان سعی کن بذاری سر جاش دیگه، اگه هم که پول در نمیاری bitch you're screwed. یکی نمیشه من شعر مینویسم، خیلی دوست دارم خواننده بشم ولی اصلا نمیخونمشون چون که فکر میکنم صدای خوبی ندارم، یکم هم گیتار میزنم. بچه ها برین دنبال رویاهاتون. ببین مهمترین و بهترین کاری که شما توی زندگیتون میتونین انجام بدین اینه که برین دنبال رویاهاتون، این که روحتون رو خوشحال کنین، این که روحتون رو ارضا کنین. و واقعا هیچ چیزی توی این دنیا روح آدم رو به اندازه این که کاری که دوست داره رو داره انجام میده خوشحال نمیکنه. روح آدم رو هیچ چیز دیگه به اندازه اون ارضا نمیکنه. تا 13 سالگی شیشه شیر میخوردم. چه خبرتونه؟ اولین بوسم با یه دختر بود و به هیچ کس هم نگفتم، اشکال نداره مال منم با یه دختر بود. من هر روز به خودکشی فکر میکنم با اینکه تو زندگیم همه چی دارم ولی خوشحال نیستم. خیلی هم یعنی پیامای زیادی اومده بود راجع به این قضیه. ببین چیزی که باید درک کنیم و بهش برسیم که تو زندگی همه آدما یه سری اتفاقات دارک و یه سری اتفاقات بد میفته. خب حالا من نمیدونم شما چی تجربه کردین، شاید اصلا هیچ هم تجربه نکردین ولی همینجوری دارین به این فکر میکنین. قضیه اینجاست که توی زندگی همه یه سری سختی ها وجود داره، یه سری مشکلات وجود داره. حالا تو میگی من تو زندگی خودم همه چی دارم، ولی همین که داری به خودکشی فکر میکنی همین میتونه یه سختی باشه. بالاخره برای تو سخته دیگه، سر دورایی گیر کردی. تنها کاری که باید بکنین اینه که قوی باشین، امید داشته باشین، ادامه بدین. من خیلی بهتون باور دارم، یعنی اینقدر من به همه آدما باور دارم، به همه آدما اینقدر
ایمان دارم که اصلا نمیتونیم درک کنیم و معتقدم که 90% آدم ها اون قدری که باید و اون جوری که باید به خودشون اعتماد ندارن. خواهش میکنم شما هم اعتماد کنین، خیلی به همه چی فکر نکنین. اوورثینکینگ واقعا آدمو دد میکنه، یعنی واقعا اوورثینکینگ نابود میکنه آدمو. پنجم ابتدایی به دوست پسرم عکس از بوبیزم میدادم، پشیمونم به شدت. نگاه چیزی که گذشته تموم شده رفته که دیگه پشیمون نداره، چون اگه اون میخواد کاری انجام بده حالا اتفاق بیفته تا الان افتاده بود. چقدر زود نود میدادین. بچه که بودم عاشق یکی از دوستای بابام شدم و الان دوست پسرمه. اوکی شوگر دادی، اوکی دیگه، حالا مشکلی نداره، میدونی هفن گل میزنم. نزن اگه میخوای، اگه میخوایم بذار، ولی بعد قطعش کن. مامانم گفتم میرم اعتکاف 3 روز خونه دوست پسرمم. یعنی خلاقیت هایی که شما میزنین بیچ. عاشق برادر شوهرمم. اوه شبیه فیلم ترکیه شد. یه نفر تو زندگیم اتفاقای وحشتناکی براش افتاده و خیلی تحت فشاره و من یادم که تو بچگی تک تک این اتفاقات رو براش آرزو کرده بود. ببین میدونم که شاید احساس کنی الان مقصر تویی یا مثلا یه همچین احساساتی داشته باشی، ولی بدون که گذشته تموم شده رفته، مطمئنم که تو بچگی هم آدم از ته ته دلش میدونی، یعنی احساس میکنم که بچگیه و فکر نمی کنم که خدا یا همون کائنات یا اصلا هر چیزی میخوای اسمشو بذارین مثلا میگه آها نه تو بچگی این فکره رو کردی پس بیچ من این بلا رو مثلا سر فلانی میارم. نه اصلا اینجوری نیست. غذا میخورم بعدش عذاب وجدان میگیرم بالا میارمشون. نکن این کارو، نکن این کارو، این کار رو خودت نکن. فیلم تو ذا بون رو ببین. زندگی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزایی که تو فکر میکنی که خودتو مجبور میکنی به خاطرش بالا بیاری دختر. این کارو نکن با خودت. خیلی ارزشت بیشتر از این چیزاست، خیلی مقام و منزلتت بیشتر از این چیزاست. این کار با خودت نکن. ماچ به کلت. همین. نام زدم دختر نیستم، یعنی منظورش اینه که مامانم میخواد ببره گواهی سلامت بگیره. یارو هم کندم میخواد، اینکه گرم بود ریم لایت هم روشن. نمیدونم خیلی دارم قور میزنم ولی واقعا What is happening؟ یکی نوشته این که وقتی که پدر مادر بچه‌شو جلو من میزنه خیلی خوشحال میشم، متاسفم من، ولی من آدم بدی هستم. نگاه کن، همین که تو داری میگی که من آدم بدیم و از این قضیه خوشحال نیستی یعنی آدم بدی نیستی، یعنی تو آدم خوبی هستی. فقط یه چیزایی هست، یه مسائل اینجوری هست که واقعا ماها توش تخصص نداریم، ماها نمیتونیم به خودمون کمک کنیم و واقعا نیاز به مشاور داریم. یعنی تو مطمئن باش که بلند شی پیش مشاور، مثلا بهت میگه که آره مثلا یه چیز کاملا نرمال، هزار تا آدم دیگه هم این حسو مثلا دارن. به خاطر همین سعی کن که بری پیش مشاور. مشاور اصلا چیز بدی نیست، خیلیاتون هممون، یعنی ما همه آدمای زمین واقعا به مشاور احتیاج دارن. مردی که عاشقشم 56 سالشه، دو تا بچه داره که بچه کوچیکش هم 3 سال خورده ازم بزرگتره، من 21 سالمه. ببین اگه این آقایی که داری میگی من نظر خودمو دارم میگم و بعدن نگی نمیدونم تو زندگی اورون من فلان، نه اگه این آقایی که داری میگی زن نداره که کاملا به نظر من اوکیه، اگه اونم اوکیه واقعا go for it. اگه ولی اون آقای زن داره که هیچی. اصلا هم از این آدمایی که میگن نه دختر جوون و مردی نمیدونم فلان، مثلا پسر جوون و مرد زن نمیدونم فلان ساله، به تو چه؟ به تو چه؟ مگه ما به تو میگیم شورتت چه رنگیه؟ مگه ما از تو میپرسیم چرا رفتی با اون آقایی که مثلا فلان ماشینو داشته، مثلا فلان دماغو داشته، فلان کارو کرد؟ نه، به خاطر اینکه به هیچ کس ربطی نداره، هر کس سلیقه خودشو داره. خب بچه‌ها این بود ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ببخشید که من وسطش یکم بد اخلاق شدم به خاطر اینکه نه اصلا خورد شد دیگه. حالا امیدوارم که خوشتون بیاد. یه نکته هم بگم که داخل این ویدیو به هیچ عنوان من اصلا قصد نداشتم که کسی رو مسخره کنم، کسی رو قضاوت کنم، به کسی مثلا اصلا قصدم چیزای اینجوری نبود و فقط میخواستم بعضی از آدمایی که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن اینا رو ببینن و فکر نکنن که حالا مثلا خودشون فقط یه کاری رو کردن و از طرفی اون آدمایی که این رازا رو برای من نوشتن بدونن که اوکیه، اصلا هیچ چیز خاصی نیست و این کلا دور هم دیگه بهمون خوش بگذره دیگه. یعنی در اصل چیز اصلیش همین بود که یکم فان داشته باشیم. بازم میگم اگه دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین، چون این خیلی به من کمک میکنه. همین دیگه، همین. ماچ به کله هاتون. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیو بعد میبینمتون. خدافظ. چرا وقتی من دارم ویدیو میگیرم تلفن خونم زنگ میزنه؟ یعنی آخه یکی نیست بگه تو که بلد نیستی چرا اینو میپوشی؟ من نمیدونم واقعا.